سلام شاگردای عزیز، به امید از اینکه جور و صحتمند باشین و ایام قرنطینه به خیر سپری کنین و درس گذشته را مرور کرده باشین و مواد درسی، کتاب و کتابچه و قلم با خود داشته باشین. درس امروز آغاز میکنیم. قبل از اینکه درس جدید آغاز کنیم، یک مرور به درس گذشته میکنیم. درس گذشته ما و شما چی بود؟ خواص نور. نور نوعی از انرژی است. نور باعث رویت اجسام میشه. اجسام وقتی قابل رویت هستند که از آنها نور به چشم ما برسه، و نور در دو صورت به چشم ما میرسه. یکی که اجسام مانند چراغ، آفتاب، ستارگان و غیره که از خود نور منتشر میکنن و نور آنها به چشم ما میرسه و او جسم قابل دید میشه یا ما او جسم میبینیم، و دیگر نوری که از جسم که نور پخش میکنه بالای جسم میتابه و این نور دوباره بازگشت میکنه یا منعکس میشه. وقتی نور منعکس شده به چشم ما رسید، ما جسم میبینیم. همچنان شما موضوع انتشار نور به خط مستقیم هم خواندین که در اوجه شما دیدین که ما توسط یک نل خمیده چیزی را مشاهده کرده نمیتونیم. چرا؟ به خاطر که گفتیم نور به خط مستقیم منتشر میشه. و همچنان وقتی نور از یک کلکین داخل خانه میتابه، میبینین که به صورت مستقیم منتشر میشه. پس نور و همچنان شما در اونجا تجارب را انجام دادیم و دیدیم که نور به صورت مستقیم منتشر میشد و انتشار نور به خط مستقیم صورت میگیره. این بود درس گذشته ما و شما، و باز هم موضوع ما و شما موضوع نور است. امروز هم موضوع ما هست سایه و مهتاب گرفتگی، که صنف هفتم مضمون فیزیک سایه موضوع درس امروز ما هست، سایه و مهتاب گرفتگی. اهداف آموزشی که ما در این درس داریم، دانستن این که سایه اجسام چگونه تشکیل می‌گردد و همچنان قادر شدن به شرح حادثه مهتاب گرفتگی بر روی تصویر هندسی آن. این دو هدف ما در این درس داریم که انشاءالله ما و شما به دو هدف خود می‌رسیم. اول تعریف می‌کنیم که سایه و مهتاب گرفتگی چی است. سایه از قرار گرفتن یک جسم غیر شفاف در مقابل منبع نور تشکیل میشه. به شکل یک توجه کنین، ببینین که در اینجا یک جک میگین یا کوزه یا جک در مقابل یک منبع نور قرار گرفته و سایه ازی در حقیب روی پرده تشکیل شده. دیدین هر قدری که اینمی زاویه کوچک باشه، اینمی زاویه که نور وارد میشه، هر قدری زاویه کوچک باشه، اونم به مو اندازه سایه بزرگ است. ما گفتیم که سایه از اثر قرار گرفتن یک جسم غیر شفاف در مقابل منبع نور تشکیل میشه. پس سایه را تعریف میکنیم. سایه یک جسم آن ساحه تاریک گویند که جسم مانع رسیدن نور به آن ساحه میگرده. سایه همیشه در عقب جسم که در مقابل نور قرار گرفته تشکیل میشه. اجسام همیشه بین منبع نور و سایه خودشان قرار میگیرند. آفتاب گرفتگی یعنی کسوف و مهتاب گرفتگی یعنی خسوف از مثالهای طبیعی تشکیل سایه در منظومه شمسی میباشند. میدانید که کره زمین مهتاب به دور کره مهتاب به دور زمین میچرخه و مهتاب و زمین با هم یک جا به دور آفتاب میچرخند. به شکل شما توجه کنید، در اینجا مدلش نشان داده شده و ما این مدل داریم. شما میبینید که این کره زمین است و این هم مهتاب است و این هم آفتاب. در این مدل مهتاب به دور زمین میچرخه و هر دوشان یک جا به دور آفتاب میچرخند. ببینید ما وقتی در حرکت میتم، شما ببینید که این مهتاب به دور زمین، وقتی من ایره به دور آفتاب میچرخانم، مهتاب به دور زمین میچرخه. میبینید؟ وقتی زمین به دور آفتاب میچرخه، هر دوشان همزمان به دور چی میچرخن؟ دیدید؟ این به دور زمین و هر دوش در عین زمان به دور آفتاب میچرخن. دیدید؟ وقتی که عرصه ازی، ببینید؟ عرصه شان که وقتی در یک خط مستقیم قرار بگیرن، مهتاب، زمین و آفتاب،
روی یک خط مستقیم که قرار بگیرن، در این صورت ساحه زمین بالای مهتاب میفته و مهتاب دیده نمیشه. اون مو هست که وقتی سایه از بالای زیافتید و مهتاب نمیتونه روشنی خود از آفتاب بگیره و او تاریک میشه و ما چی میگیم؟ میگیم مهتاب گرفتگی رخ داده. وقتی که زمین و مهتاب و آفتاب در یک خط قرار میگیرن و زمین بین آفتاب و مهتاب قرار میگیره، ساحه زمین بالای مهتاب میفته و ما مهتاب تاریک میبینیم و میگیم که مهتاب گرفتگی رخ داده. بسیار خوب شاگردای عزیز، حال شما این موضوع را در شکل هندسی هم میتونین مشاهده کنین. چون آفتاب از خود نور پخش میکنه، یک منبع نور است. در اینجا ببینین در شکل، ای خود آفتاب است. آفتاب خودش منبع نور است. در حالی که زمین و مهتاب اجسام غیر نورانی هستند. زمین و مهتاب اجسام غیر نورانی. هرگاه آفتاب زمین و مهتاب گفتیم، آفتاب زمین و مهتاب به امتداد یک خط مستقیم، شما میبینین کلشان به امتداد یک خط مستقیم قرار دارن، و زمین که بین مهتاب و آفتاب قرار میگیره، در این صورت سایه زمین گفتیم بالای مهتاب میفته و یاد سر به نام مهتاب گرفتگی یاد میکنن. خب شاگردای عزیز، شما دیدین که گفتیم سایه زمین وقتی بالای مهتاب میفته و مهتاب ما تاریک میبینیم و میگیم که مهتاب گرفتگی رخ داده، و از این خاطر آل ما میبینیم که سایه چطور تشکیل میشه. در اینجا یک فعالیت به انجام میتیم. وسایل مورد ضرورت: یک صفحه مقوا، یک صفحه باشه، یک منبع نور یا یک چراغ دستی. طرز العمل: منبع نور روشن نموده به مقابل آن صفحه مقوا را طوری قرار دهید که سایه آن بر روی دیوار یا پرده تشکیل گردد. صفحه را در فاصله های مختلف از منبع نور قرار داده، اندازه سایه را با فاصله صفحه از منبع نور مقایسه و نتیجه را به همصنفان خود شریک سازید. خب فعالیت ما گفتیم چراغ دستی را روشن میکنیم، در مقابل چراغ دستی ما همین صفحه مقوا را قرار میدیم. ببینین سایه تشکیل شده. حالا اگر این را به چراغ نزدیک میکنیم، سایه بزرگ میشه. هر قدر از چراغ دور شوه، سایه چی میشه؟ کوچک میشه. دیدی؟ هر قدر نزدیک بسازیم، سایه بزرگ، و هر قدری که صفحه مقوای ما را از منبع نور دور بسازیم، سایه چی میشه؟ کوچک میشه. یعنی وقتی زاویه تابش نور بزرگ شوه، سایه کوچک، و وقتی که زاویه کوچک شوه، چی بزرگ میشه؟ تصویر. خب شاگردای عزیز، این بود درس امروز ما. انشالله که فهمیدین، حال درس یک بار خلاص میکنیم. ما شما درس امروز سایه را خواندیم. سایه یک جسم امو ساحه تاریک، تاریک میگن که جسم مانع رسیدن نور به او ساحه میشه. سایه همیشه در عقب جسم تشکیل میشه در مقابل نور. سایه همیشه در عقب جسمی که در مقابل نور قرار گرفته تشکیل میشه. اجسام همیشه بین منبع نور و سایه خود قرار میگیرن. آفتاب گرفتگی گفتیم، آفتاب گرفتگی یا کسوف و مهتاب گرفتگی یا خسوف از مثال های طبیعی تشکیل سایه در منظومه شمسی میباشه. و همچنان هرگاه آفتاب و زمین و مهتاب به امتداد یک خط مستقیم قرار بگیرن و زمین بین مهتاب و آفتاب واقع گردد، در این صورت سایه زمین بالای مهتاب افتیده و در یاد سر به نام مهتاب گرفتگی یاد میکنند. خب شاگردای عزیز، این بود درس امروز ما. حالا برتان کارخانگی در ارتباط موضوع برتان کارخانگی دادیم که کارخانگی را حل کنین، جملات زیر را با گذاشتن کلمات مناسب تکمیل کنین. اولش سایه از اثر قرار گرفتن یک جسم کدر در مقابل خانه خالی تشکیل می شد. مهتاب گرفتگی و یا آفتاب گرفتگی وقتی واقع می شود که آفتاب، مهتاب و زمین قرار گیرند. خسوف و یا مهتاب گرفتگی وقتی واقع می شود که زمین بین و قرار گیرد. اجسام غیر نورانی به وسیله. خوب شاگردای عزیز، ای بود درس امروز ما. خدا کنه که در سفرها گرفته باشین. با امید صحتمندی شما و با امید که کارخانگی تان انجام بتین و درسایتان بخوانین. تا دیدار بعدی، خداحافظ.